با فرود آمدن این بالگرد، چیدمان تسلیحات و تجهیزات روی نخستین شفره رزمی شناور سپاه کامل شد. شفره رزمی سپاه، این ناو رزمی اطلاعاتی و لوجستیکی به نام شهید رودکی است که امروز در بندر عباس به نیروی دریایی سپاه پیوست. سرلشکر حسین سلامی در مراسم الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی از آمادگی سپاه برای دفاع از مرزهای کشور سخن گفت. برای دفاع از این ملت به آب و آتش میزنیم. آنچه که امروز میبینید نشانه مجسم به آب و آتش زدن است. برای اینکه از ملتمان در مقابل زورگویان عالم دفاع کنیم. ناو سنگین شهید رودکی با روزآمدترین تجهیزات و تسلیحات ایرانی عملیاتی شد. از سامانه های موشکی گرفته تا سامانه های پهپادی. این شناور یک شناور سنگین هست و چند منظوره. این قابلیت و این توانایی رو داره که انواع هواپیماها، انواع پهپادها و انواع سامانه های موشکی رو حمل و عملیاتی بکنه. از قابلیت های این شناور، این شناور یک شناور دوربرد است و اقیانوس پیما. با پیوستن این شناور سنگین به ظرفیت های نیروی دریایی سپاه، مأموریت دریادلان سپاه برای حضور مقتدرانه در آبهای دور از امروز آغاز شد. بارها ما اعلام کردیم که خلیج فارس و همینطور دریای عمان پیشانی اصلی دفاعی ماست در دریا و ما برای دفاع اساسی از منافع حیاتی کشور عزیزمون ایران اسلامی همه استعدادها و توانمندی‌های خودمون رو به کار خواهیم گرفت که هم در مناطق نزدیک قابلیت دفاع دریایی داشته باشیم و هم در مناطق دوردست بتوانیم از امنیت خطوط کشتیرانیمون دفاع کنیم و همینطور از منافع حیاتی ملت بزرگ ایران. با ناو شهید رودکی بازوی قدرتمند دفاع دریایی ایران باز هم قوی تر شد و بلندتر. ما اعتقادمون بر این است که در کنار برادران عزیزمون در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در واقع برای اینکه امنیت آبهای فرادست رو یا فراتر از مرزهامون رو در اقیانوس‌ها ایجاد بکنیم، باید این سیادت دریایی رو حتما داشته باشیم. از این پس تامین امنیت خطوط دریانوردی کشورمان و عملیات امداد، نجات و نبرد در شرایط خاص از مأموریت‌های ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی است. ناو شهید رودکی در قالب ناوگروه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عازم شمال اقیانوس هند، آبهای دوردست و فرامرزی می شود تا در کنار نیروی دریایی ارتش، حافظ و مدافع منابع و منافع دریایی کشورمان باشد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.